سلام و عصر بخیر، خوش آمدید به برنامه ویژه 40مین سالگرد انقلاب ایران. تلویزیون فارسی بی بی سی در 40مین سالگرد پیروزی انقلاب در ایران در برنامه‌های ویژه وقایع انقلاب را بررسی کرده. امروز نگاهی می‌کنیم به بازگشت آیت الله خمینی به ایران. او 40 سال پیش در چنین روزی بعد از نزدیک به 15 سال تبعید با یک هواپیمای فرانس به ایران برگشت با همه مخاطراتش. فتانه فرج‌اللهی نگاهی کرده به دوران تبعید و بازگشت آیت الله خمینی به ایران. بعد بفرمایید چه احساسی می‌کنید از برگشت به ایران؟ گرچه خودش در راه بازگشت گفت که احساسی ندارد، اما پایان سالها دوری آیت الله خمینی و ورودش به کشور برای بسیاری از ایرانیان بیم و امید به همراه آورد. هوادارانش به استقبالش رفتند و منتقدانش می دانستند که روزهای سختی در انتظار است. هواپیمای او 12 بهمن 1357 در فرودگاه مهرآباد بر زمین نشست و به این ترتیب پایان تبعید طولانی آیت الله خمینی و آغاز حکومتی دینی که او رهبرش لقب گرفت رقم خورد. 13 آبان 43 بود که او در منزلش در قم بازداشت شد و تحت الحبس به ترکیه فرستاده شد. کمتر از 1 سال در آنکارا و یکی از شهرهای کوچک ترکیه اقامت داشت. از ترکیه به نجف عراق فرستاده شد و طولانی ترین مدت اقامتش در همین کشور بود. در این مدت بعد از هر اتفاقی در ایران اعلامیه ای صادر می کرد و به وقایع واکنش نشان می داد. از همانجا هم بود که کتاب‌ها و سخنرانی‌ها و اعلامیه‌هایش مخفیانه به ایران فرستاده می‌شد و بین طرفدارانش پخش می‌شد. در زمان حضور در نجف بود که آیت الله خمینی درباره موضوع ولایت فقیه صحبت کرد. او می‌دانست که با رد حکومت شاه باید به دنبال شیوه جایگزینی برای حکومتداری باشد. مهر سال 57 از عراق به کویت و از آنجا به فرانسه منتقل شد. مدت زمان اقامتش در نوفل و شاتو طولانی نبود، اما برایش موقعیتی ویژه فراهم کرد. دیکتاتوری به کلی منقطع است و یک مملکت آزاد. صدای او را از فرانسه خیلی ها شنیدند. در چند ماه حضورش در فرانسه با خبرنگاران خارجی دیدار می کرد و مصاحبه پشت مصاحبه. از همانجا برای وزرا و صاحب منصبان حکومت در ایران خط و نشان می کشید. اما درباره آینده روابط با کشورهای خارجی و حتی آمریکا موضعی متعادل‌تر می‌گرفت. اما آنطور که ابراهیم یزدی، یکی از دستیاران آیت الله خمینی، در زمان اقامتش در فرانسه در کتاب خاطراتش نوشته، در مصاحبه‌ها از صحبت درباره جزئیات و ویژگی‌های جمهوری اسلامی تفره می‌رفت. ما می‌گیم حکومت اسلامی می‌خوان یک حکومتی باشد که یه قدری شبیه باشد به این حاکمان ما. بعضی هم بعداً درباره اعتقاد آیت الله خمینی به آنچه در فرانسه می گفت اظهار تردید کردند. کجای حکومت اسلام دیکتاتوری بود است که آیین از این می ترسند؟ دیکتاتوری چیه؟ حکومت قانون. اگر شخص اول مملکت ما در حکومت اسلامی یک خلاف بکند، اسلام او را حذف کرده، یک ظلم بکند، یک سیلی بکند. با خروج شاه از ایران در 26 دی ماه 1357 و در اولین روزهای بهمن 57 آیت الله خمینی اعلام کرد قصد بازگشت به ایران را دارد. معترضان در شهرهای مختلف ایران به خیابان می آمدند و هر روز اعتراضها شدت می گرفت. دولت شاپور بختیار وقتی از تصمیم آیت الله خمینی مطلع شد، دستور بستن فرودگاه مهرآباد را داد. اما با ادامه اعتراض‌ها به فرمان بختیار، فرودگاه مهرآباد بازگشایی شد و آیت الله خمینی با یک هواپیمای ایر فرانس به ایران برگشت. آن هم در میان نزدیکان و مشاورانی که در سالهای بعد بعضیشان به مرور اعدام یا حذف شدند. آیت الله خمینی بلافاصله از فرودگاه مهرآباد به قبرستان بهشت زهرا رفت و در سخنرانی معروفش در مخالفت با شاه اعلام کرد که با پشتیبانی ملت دولت تعیین خواهد کرد. من دولت تعیین می کنم. من تو دهن این دولت می زنم.
من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد. فتانه فرج اللهی، بی بی سی. محمد برقعی، نویسنده و فعال ملی مذهبی، از واشنگتن دی سی با ماست. کسی که از سازمان دهندگان استقبال از آیت الله خمینی بود. آقای برقعی در آن هنگام در بریتانیا دانشجو بود و بعد از گذراندن مدتی در نوفلشاتو قبل از آیت الله خمینی به تهران برگشت تا گوشه ای از کار را بگیرد. آقای برقعی سلام، میخواستم از شما بپرسم از خاطراتتون، چه میکردید اون روزها و چجوری سازماندهی کردید این استقبال رو؟ آیا انتظار داشتید که استقبال در این سطح وسیع باشه؟ ضمن سلام به شما و همه شنوندگان عزیز، باید عرض کنم که شما آتشفشان رو نمیتونید بگید که چگونه تنظیمش میکنن. انقلاب به نظر من یک آتش فشان بود. من اگر یکی دو تا خاطرم رو بگم خواهید فهمید که ما الان بعدی که سالها گذشته یادمون رفته اون آتش فشان و اون موج چی بوده. موج فوق العاده عجیب غریب بود. از تنظیم هر کسی هر جای دستش میرسید یک کاری میکرد. من یادم ما رفتیم خونه یک آقای، اگر اشتباه نکنند اسمش آقای حاج مستقیم بود، بغل خانه مسجد خانم فخرالدوله مادر امینی، تو اونجا یه خونه بزرگی بود، ایشون هم یک حساب اتاق سازی داشت مال ماشین. وقتی رفتم اونجا یه عده جمعیت اونجا بودن، به 50-60-70 تایی، چند تا من رو شناختن، اومدن جلو و خواهش کردن که کمک بکنم اونا برن طبقه بالا، ما دلم میخواد بریم طبقه بالا. گفتم طبقه بالا چه خبره؟ گفت چون قراره که ارتش بیاد بیرون و بیاد توی خیابونا مردم سرکوب کنه، اینها داوطلب شهادت شدیم، قصد میکنیم بیرون طبقه بالا، منتظر میشیم زمانش که شد به اون بگفتن بیایم با این بمبای دستسازی که ساختیم بریم زیر تانک، خودمون رو تانک رو منفجر بکنیم. دارید میگید که همون موقع انتظار بود که ارتش جلوگیری کنه از استقبال؟ بله بله بله، حتی هنوز آقای خامنه‌ای، بله دیگه، جلوگیری بکنه از اومدن آقای خمینی. زمان آقای بختیاری صحبت این بود که اجازه ندن بیادشون و اون موقع گفتن ارتش میاد و جلوی نمیگیره و از این حرفایی که بودش. و بعد اینها آماده شدن بر این، منم دو سه نفر کمک کردم رفتم تا بالا. یک ساعت بعد مسئول قضیه که باز از آشنا بود اومد گفت آقا سر تو کلا گذاشتن. گفتم برای چی سر من کلا گذاشتن؟ گفت آقا اونجا نوبت داره، اینا هم تو بدون نوبت از پارتی بازی کردن رفتن بالا. و من دیدم یه عده برای کشته شدن و شهادت دارن پارتی بازی میکنن. یه خاطره دیگه من موقع بود که ما قم کمیته داشتیم برای اداره شهر و اومدن آقای خمینی، یکی از مسائلی که باش مشکل بودیم، پنج نفر بودن، آقای آیت الله یزدی که الان به حساب همه کاره حوزه شده، ایشون یکی از این مجموعه پنج نفر بود. بعد خونه آقای خمینی حدود 2 کیلومتر با 1.5 کیلومتر 2 کیلومتر با اول خیابون فاصله داشت و کوچه ها باریک و تنگ بود. گفت خب آقا که بیاد جمعیت عظیمیان چجوری میخوان برن اونجا؟ تنها راهش اینه که ما یه خیابون بکشیم. خب خیابون بکشیم، خونه ها اونجاست، خونه ها همه قدیمی هستن و یعنی جا افتادن. مشکلی بود، مشکلی به من واگذار کردن که حل بکنم. فکر کردم من میتونم حل بکنم. من 2 روز گذشته بود واقعا نمیدونستم دیگه، یه شب از شدت خستگی خوابم برده بود. وقتی صبح پاشتم آمدم پشت میزم دیدم مقدار زیادی قباله خونه هستش. پرسیدم که این قباله ها چیه؟
گفتن که مردمی که خونهاشون سر راه بوده اومدن قباله هاشون رو گذاشتن، گفتن ما پول نمیخوایم، بیاین این خونه ها رو همه رو خراب بکنید و جاده بکشید بر آقای خمینی. دست آخر چه کردید؟ دیگه ناظر مچه چون خونه شون رو تصمیم گرفتن اونجا نرند. یک خونه همین آقای یزدی رفتن که نزدیک خیابون بود و منتفی شد خونه، خودشون نرفتن. ولی میخوام بگم این موج عظیم اینجوری بود. ولی وقتی که من تو روستاها و بیرون از شهر میرفتم، چون من مقدار زیادی کارم روستا و عشایر بود، این شور هیجان نبود. حتی بعضی ها ما گفتن که اعتراض میکردن که وقتی ما گفتیم آقا شاه باید درود، این اسکناس رو در رو میگفت اگر راستی تو میگی شاه بده، خب این اسکناس رو پاره کن. ولی هیچ سازمانی به اینا دسترسی نداشت. من همون موقع فکر میکردم که اگر مذهب بره که روستاها داریم و روحانیت اونجا هست و زبان اینا رو میدونه، اینا رو تحریک بکنه، صدیست که از جلوی اون آب عظیم برداشته شده و این ریخته میشه و واقعا همه کشور رو فرا میگیره. به هر حال من واقعا معتقدم اون مذهب به سرپرستی روحانیت به حساب انقلاب رو آورد تو خیابون و حد وسیع آورد. این که حالا بعد چه کردن مقوله بعدیست. بله آقای برقی، خیلی ممنون از شما، متشکر از خاطراتتون و اینکه وقتتون رو به ما دادید. پرواز ایرفرانس که آیت الله خمینی با اون به تهران برگشت پروازی خطرناک بود. شایعات زیادی وجود داشت که ممکنه بخشی از نیروی هوایی هواپیما رو در آسمان هدف قرار بده و نابود کنه. مدارکی هم به تازگی منتشر شده که نشان میده که بالاترین مسئولان امنیت کشور میخواستن هواپیما رو مجبور به فرود در جزیره کیش کنن. جان سیمسون، خبرنگار معروف و با سابقه بی بی سی، یکی از معدود خبرنگارانی بود که آیت الله خمینی را در این پرواز سرنوشت ساز و تاریخی همراهی میکرد. رعنا رحیم‌پور از او از خاطراتش پرسید. از حال و هوای اون روز بگین، اون روز چه خبر بود تو هواپیما؟ We were all very scared and it was very solemn. همه خیلی ترسیده بودیم و فضا خیلی سنگین بود. منظورم غربی هایی که توی هواپیما بودن یا قرار بود سوار بشن، وگرنه دانشجوهایی که همراه خمینی بودن که خیلی هم هیجان زده بودن و اگر بهشون میگفتی که این پرواز واقعا خطرناکه، میگفتن که بله، ما امیدواریم همراه امام شهید بشیم. بنابراین دو جور حس و حال کاملا متفاوت حاکم بود. تعداد روزنامه‌نگارها در هواپیما خیلی زیاد نبود، اما ماها دلشوره داشتیم و اونها خوشحال بودن. All that many journalists were on the plane, but we were nervous and they were happy. بعدها مشخص شد که از قرار علت اینکه روزنامه‌نگارای خارجی تو اون هواپیما بودن به خاطر این بوده که امنیت هواپیما تضمین بشه. شما نگران نبودین که اتفاقی برای هواپیما بیفته؟ I wasn't concerned about that particularly. در این مورد به خصوص نگرانی نداشتیم، ولی فکر می‌کردیم که احتمال جدی هست که نیروی هوایی شاه یا نیروی هوایی بختیار اون موقع ما رو بزنن. در واقع وسط‌های پرواز قطب‌زاده، سخنگوی آیت الله از بخش فرست کلاس، اومد و به ما گفت که اطلاع دادن که نیروی هوایی شاه دستور داره هواپیما رو بزنه. در اون لحظه دانشجوها خیلی خوشحال شدن. فکر می‌کردن که لحظه بزرگ شهادت فرا رسیده. فیلمبردار من ازم پرسید چی گفت؟ گفتم احتمالاً بهتره ندونی. در طول پرواز آیا آیت الله خمینی با خبرنگارها صحبت کردند و چی گفتند؟ Well, I asked him a question on camera. من ازش سوالی کردم در حالی که فیلم می‌گرفتیم، از اون سوال‌های خسته کننده روزنامه‌نگارها که چه احساسی دارید از اینکه بعد از 15 سال تبعید به ایران برمی‌گردید. او هم تقریبا بی‌اعتنا به من ترجمه سوال رو شنید و همینطوری پایین رو نگاه کرد. سوال براش اهمیتی نداشت. اما یه همکار دیگه هم، پیتر جنکینز از ABC، هم همین سوال رو ازش پرسید. ما همه با هم اونجا جمع شده بودیم. باز هم به پیتر یا به دوربین نگاه نکرد و همینطور که پایین رو نگاه میکرد گفت هیچی. گفت که هیچ احساسی نداره. Nothing. He didn't feel anything, he said.
راجب گفتگوهایی که توی پرواز داشتین بگین، چه اتفاقی افتاد؟ کیا با هم صحبت میکردن؟ چیا گفته میشد؟ 5 or 6 hours of with nothing much to do really. I talked to all of the main people whom I knew around. 5-6 hours بود که کاری هم نداشتیم بکنیم. با همه آدم‌های اصلی اطراف خمینی که میشناختم حرف زدیم. یزدی، قدزاده و 2-3 نفر دیگه که اسمشون الان یادم نیست. سعی کردم بفهمم چی کار میخوان بکنن و برنامهشون چیه. اما در هواپیما متوجه شدم که همه با هم رقابت دارن که حمایت خمینی رو جلب کنن و رقابت در مورد آینده که چه خواهد شد. Each of the people I spoke to seemed to have a different. با هر کس حرف می‌زدم در مورد اینکه انقلاب یا جمهوری اسلامی چه باید بکنه یک حرفی می‌زد. فکر نمی‌کنم هیچ کس واقعاً در مورد راه آینده و موزه خمینی و رفتار حکومت تازه با دنیای خارج و رفتارش در داخل با دیگری موافق بود. هر چه بیشتر باشون حرف می‌زدم و خیلی هم طولانی حرف می‌زدم، بیشتر متوجه شدم که هیچ برنامه‌ای در کار نیست و تنها راه حل و تنها مسیر رو به جلو بستگی به این داره که صدای کدومشون بلندتره و اینکه چه کسی میتونه بیشتر بر خمینی اثر بگذاره. به نظرم آخر سر در واقع نظر خود خمینی بود که پیش رفت و بقیه اثر خیلی کمی داشتن. اما من از طریق حرف زدن با اونها تصویر خیلی جالبی به دست آوردم از هرج و مرج و به هم ریختگی داخل انقلابیون. خاطرات جان سیمسون، خبرنگار بی بی سی. نسخه طولانی تر این گفتگو رو میتونید در وبسایت بی بی سی فارسی ببینید. انقلاب ایران زندگی خیلی ها رو دگرگون کرد. خیلی ها مجبور به مهاجرت و ترک وطن شدند. بسیاری از طرفداران حکومت پهلوی که زندگیشون رو در خطر میدیدند. فعالان سیاسی که راهشون توی 40 سال از مسیر انقلاب جدا شد. یا هنرمندانی که برای ادامه کار نهایتاً راهی به جز مهاجرت پیدا نکردند. پوریا ماهرویان با تعدادی از این مهاجران بعد از انقلاب در پاریس گفتگو کرده که در 10 روز آینده هر روز روایت یکی از اونها را از تأثیر انقلاب بر زندگیشان میشنویم. امروز از کریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر میشنویم که در همان اولین سال انقلاب مجبور به ترک ایران شد. عبدالکریم لاهیجی، وکیل دادگستری از 1143، فعالیت‌های حقوق بشریم رو بعد از 1147 شروع کردم در ایران، البته به صورت غیر علنی با توجه به شرایط اون زمان، و در 2 سال پیش از انقلاب با تأسیس جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر در کنار یه عده‌ای از دانشگاهیان و وکلای دادگستری و جمعیت حقوقدانان ایران، این فعالیت‌ها علنی شد تا دوران انقلاب. آقای لایجی، انقلاب ایران چه تأثیر مستقیمی رو زندگی شخصی خود شما گذاشت؟ در انقلاب ایران، خب با توجه به اینکه یکی از شعارهای مردم در همه تظاهرات، در تمام تظاهراتی که کم و بیش نزدیک به 2 سال ادامه داشت، آزادی زندانیان سیاسی بود، بنابراین من و 2 سازمانی که من سخنگوی هر 2 سازمان بودم، خب نقش داشتیم. شاید به خاطر همین هم مهندس بازرگان که رئیس دولت موقت بود به من پیشنهاد کرد که در دولت شرکت بکنم، وزارت دادگستری، وزارت آموزش پرورش، یکی از این دوتا رو بپذیرم. من زیر بار نرفتم به خاطر اینکه این دوتا سازمانی که 2 سال عمرشون میگذشت برای من حکم دوتا تف رو داشتم، بچه ای که من همجور که گفتم چند سال به صورت غیر علنی کار کرده بودم که اینها تازه داشتند به دوره طفولیتشون رسیده بودند، زیر بار نرفتم و شروع کردم به فعالیت های حقوق بشری. بعد که برای هر دو این سازمان مشکلاتی پیش اومد، یکی رو بستم و دیگری روز به روز کار ما محدودتر می شد، از خرداد سال 1160 که به منزل من ریختند و خوشبختانه من نبودم و بعد فهمیدم که در حال پی این هستن که من دستگیر بکنند، من به مرور زندگی مخفی رو ناگزیر شدم که انتخاب بکنم و چون همچنان به پیگیری
تعقیب در حال مراجع حالا دادسرای انقلاب، وزارت اطلاعات و جزانها ادامه میدادند. حساب‌های بانکی من، منظورم حساب‌های بانکی دفتر وکالت و شخصی خود من رو بستند، من رو ممنوع المعامله کرده بودند. فهمیدم که نه، موضوع جدی‌تر از اون چیزی است که ابتدا من فکر می‌کردم. بعد از یکی دو ماه مخفی شدن موضوع منتفی خواهد شد. شرایط ایران هم روز به روز سخت‌تر می‌شد، انفجار دفتر حزب جمهوری، انفجار نخست وزیری و اون وضعیتی که در کنار جنگ ایران و عراق آخر اسفند سال 60 بعد از بیش از 9 ماه زندگی مخفی ناگزیر شدن که مخفیانه از طریق کردستان ایران و ترکیه ایران رو ترک بکنن و الان نزدیک به 36 سالی که در فرانسه هستم و دیگرم به ایران بر نگشتم. و علت جمعینی که خب همچنان متاسفانه به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری من در خارج از ایران مورد غضب شبکه‌های امنیتی ایران هستم و خب هیچ گونه امنیت فکری برای من هرگز تیه این سال‌ها به وجود نیامده که من اگر برای یه سفر خصوصی هم به ایران برم، چه اینکه بخوام برم در ایران و دو مرتبه در ایران مقیم بشم، این امنیت برای من به وجود نیومده. به خاطر همینم برنامه برای بازگشت به ایران ندارم. عبدالکریم لاهیجی، 40 سال پیش امروز تیتر روزنامه اطلاعات در دو کلمه اهمیت این روز رو در تاریخ ایران ثبت کرد، با بزرگترین حروفی که تا اون زمان در روزنامه‌ها از اون استفاده شده بود، تیتر امام آمد، همراه با تصویری از آیت الله خمینی در هواپیما. مسعود بهنود و مریم افشنگ نگاهی کردند به مطبوعات ایران در روز 12 بهمن. آقای بهنود، 12 بهمن 40 سال گذشته روز مهمی بود از این نظر که آقای خمینی وارد ایران شد و اون نطق تاریخی رو در بیصحرا کرد. بله، 12 بهمن حتی غیر از اون که شما اشاره کردین درستم هست و غیر از این که در 40 سال گذشته اولین روز از دهه فجر ترقی میشه توسط جمهوری اسلامی، به یه دلیل دیگه هم روز مهم و سرنوشت‌سازی بود. واقعش این است که روزنامه‌ها شکلشون نشون میده که روزنامه ها از همه هوشیارتر بودند، نه سیستم نظامی که حضور داشتند و هویزر هم هنوز در تهران بود و هر روز باشون جلسه داشت، هم نیروهای خارجی و هم دیگران و حتی خود دستگاه آقای خمینی نمیدونستن که چه اتفاقی میافته. میخوایم بریم آیندگان رو ببینیم؟ بله، اون چی که باعث شد، ببینید این آیندگان روزنامه صبحه، بنابراین داره میگه که میلیون نفر توی مسیر انتظار میکشن، تا اینجا رو میدونسته، ولی اینکه این چقدر و چه اندازه است رو طبیعتاً نمیدونسته. و بقیه چیزایی هم که میبینین گزارشایی است که گزارشای تقریباً درست است، از اینکه نشون میده که تقریباً زد و خورد در یک یا دو روز متوقف شد بین ارتش و مردم، به خاطر اینکه همه از مدت‌ها پیش منتظر بودن و یه حرفای مختلفی زده میشن، امروز میاد فردا نمیاد، اون فرودگاه رو میبست بعد اون میگفت میام نمیام، همینطوری ادامه داشت تا اتفاق افتاد. روزی که اتفاق افتاد که امروز هست تو همه روزنامه های واکنش هایی داره، ولی به نظر من اون چه که این روز رو بعداً تبدیل کرد به یکی از مهمترین روزهای حادثه که به نظر من از جنبه خبری حتی از روز 22 بهمن مهمتر بود، این بودش که وقتی که پخش مستقیم میشد مراسم ورودی ایشون که اونم حاصل یه تفاهمی بود که بین دولت بختیار و نظامی‌ها صورت گرفته بود که اون رو بدن برای چند ساعتی یا یه روزی بدن به گروه اعتصابیون و در نتیجه اونها بیان و این به اصطلاح ورود آقای خمینی رو کاور کنند، این همه مقدمات این کار فراهم شد و واقعا هم ظرف 17 ساعت کار عجیب و غریبی صورت گرفت. ولی به محض اینکه این پخش مستقیم رسید به مرحله‌ای که ایشون از توی هواپیما اومد بیاد بیرون، صدا اول قطع شد. اشاره کرده روزنامه اطلاعات پخش مستقیم تلویزیون به علت هجوم ماموران قطع شد. بله، بعد چند لحظه بعد از اون
آدم‌های با اسلحه، یعنی کماندو بودن، البته لباس نظامی تنشون بود، وارد اتاق فرمان شدند و دستور دادن قطع کنید و سرود ایران هم که بچه‌ها آماده کرده بودن اونم کشیدن از تو دستگاه بیرون و سرود شاهنشاهی رو پخش کردن با تاثیر پادشاه. و یک مرتبه از اینجا به بعد موج مردمی که اومدن تو خیابون در تهران و از شهرهای اطراف یک مرتبه ابعاد عجیب غریبی پیدا کرد. تیترهایی هم بود که میگفت مردم اومدن در خیابون و تلویزیوناشون رو توی خیابون شکوندن. بله، اصلا خود این حادثه، این که از طبقه سوم تلویزیون رها کردن پایین، این واکنش اولیه بود. بعد تمام خیابونای منتهی به خیابون، اون موقع اسمش انقلاب نبود، حالا انقلابه، خیابونای منتهی به اون کاملا بسته شد. یعنی پیدا بود هر کسی با هر وسیله خودش رو داره میرسونه. من تصور میکنم که بعضی از تعبیرها درسته که این کلن این جمعیت یه چیزی حدود 2 میلیون نفر بود، ولی بعد از قطع تلویزیون این رفت رسید به 5 و شاید حتی وقتی 3 ساعت بعد ایشون تازه رسیده بود نزدیک به زهرا، جمعیت خیلی بیشتر از اینا شده بود، چون از شاه عبدالعظیم و قم آمده بود. این تیتر اطلاعات هم دقیقا همون مثل شاهرف امام آمد با فونت بزرگ. روزنامه کیهان از اولین پیام امام در وطن میگه، چاپ اولش میگه که امام هنگام ورود گریه میکرد، که یه ذره برای منی که یادم همیشه صحبت سر این بود که وقتی از آقای خمینی پرسیدن چه احساسی داری، گفت هیچی. اصولا اگه بخوایم تفاوت بین روزنامه عصر رو ببینیم، روزنامه اطلاعات روزنامه بودش که خب خیلی استقبال میکرد از اومدن آقای خمینی، ولی این خیلی سیاسی نبود، بلکه بیشتر یه ذره احساسات و اینا توش قاعده. روزنامه کیهان اینطوری نبود، روزنامه سیاسی بود. همین صفحه اینی که البته داریم میبینیم چاپ سومه. بله. اونی که من گفتم چاپ اول بود. بله، در اون روز کیهان اگر اشتباه نکنم متجاوز از 8 تا چاپ داد. یعنی همینطور مدام این رو عوض کرد، از بعد از ظهر که در آورد چاپ اول رو، همینطور ادامه داد. صفحه اول هم شعر آسایه رو چاپ کرد، عود به سوزید رو، در صفحات داخلی هم شعر جلال سرفراز رو، همه در مقدم و پیش به اصطلاح پیشواز از آقای خمینی. و توی تیترها هم میبینین که کیهان یک چیزایی داره، یعنی یک توجهاتی داره که بقیه روزنامه ها هنوز نداشتن. ممنون آقای بهنود، مرسی. روزنامه امروز 40 سال پیش. به پایان این برنامه ویژه میرسیم. قسمت دوم برنامه های ویژه ما درباره انقلاب ایران رو فردا شب در 60 دقیقه خواهید دید. برنامه‌ای که به نقش و مبارزه زنان در این انقلاب اختصاص دارد. ممنون از همراهیتون.